چون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونا. مهمون امروز یک آدم تکراریست، چون انقدر داستانش عجیب غریب و جذاب و جالب بود و به درخواست خیلی از شماها این آدم خیلی دیوانه رو یه بار دیگه دعوت کردم من به برنامه. البته با تمام احترام بهشون میگم دیوانه، دیوانه دوست داشتنی. خوشحال. و قبل از اینکه بگم کیه، البته حتما تو تیترش میخونید، ولی اگه دوست دارین کار منو توی سوشال میدیا دنبال کنید با هندل @kingram KINGRAAM اینستاگرام، توییتر، یوتیوب، تلگرام و غیره. اگه دوست داشتین یه دونیشن کوچولی به گوفاندمی من بدین برای پروژه پادکست یا موزیک هر چی، انقدر این قورو خواهم زد، انقدر بهتون میگم تا این پر نشه ولتون نمیکنم. gofundme.com/kingram KINGRAAM. مهمون امروز یک آدم جالبی که از کوچه پکوچه های نازی آباد به یه جای دیگه دنیا خودش رسوند و یه جورایی بعضی بهش گفتن هایزنبرگ ایران، بعضی بهش میگفتن آدم چی بهش میگفتن دیگه، آن رسیدی به چی ها میگفتن، ولی میستر ام، آقای ام امروز مهمون ماست دوباره و دمت گرم ام جون که تشریف آوردین به حالت ورچوال. دمت گرم رام. آقا من داشتم این چیزات رو گوش میکردم، اپیزود جدیدی که ضبط کردی، چقدر مهمونات کرواتی و ترتمیز و قشنگ صحبت میکنن و بعد چیز شدم بهم برخورد، گفتم این دفعه بیام مثلا چیز با صحبت بکنم، باز مشقابی صحبت بکنم. سلام علیکم، به به، حال شما چطوره؟ ببین بالاخره آدم لابلای هم تا مهمون لاشی که دارم که جیسن سر دستشون اگه باشه، بالاخره چند تا آدم حسابی هم باید بیارم که یه ذره یه تعادلی برقرار بشه، میدونی همونجور که ثانوس توی اونجرز هم میگفت با همیشه تعادل برقرار باشه دیگه. دقیقا. ببین درینک داری میخوری؟ تو نمیخوری درینک دیگه، تو همیشه ترک همه چی بودی. من حالا به سلامتی یه بوربن میزنم. به به، نوش. خیش. اینا ما با رفیقامون موقع که میخوردیم میگفتیم اینو میخورم گول نخورم. ولی آره پادکست سمت خیلی جالبی رفته واقعا، میگم یعنی خودم هم میگم از روز اولی که شروع کردم نمیدونستم چی فکر کنم در موردش، ولی خودم حال میکنم، یعنی با همه مهمونا، حتی اونایی که مثلا یه ذره شسته رفته ترن یا هر چی، مثلا از هر بک‌گراندی که میان برام جالبه، چون همیشه یه چیزی هست توش که آدم یاد میگیره، ببین چه مستقیمانه چه غیر مستقیمانه، حتی بین لابلای حرفای آدما خیلی چیز یاد میگیره آدم. هدف قشنگی هم داره دیگه، حرف باحالی میزنه، یعنی با مهموناتون تمام هدفش اینه که خورده نگاه هممون نسبت به زندگی روشن‌تر بشه و از اون تاریکی که هممون یه گوشه درونمون هست بیایم بیرون، بیایم توی یه گوشه روشن‌تر. که این سوال برای تو هم خیلی پیش اومد سمت طرفدارا که چجوری میستر ام تونست خودشو از اون گوه بکشه بیرون؟ آره خیلی کم اشاره کردی من... بهش، ولی حالا بگو چی می‌خواستی بگی، بگو. آره من این کامنت‌ها رو همه رو تقریبا خوندم، دمشون گرم اونایی که خیلی مثبت بودن و کلی مثلا انرژی خوب دادن و کلی تعریف کردن، مثلا بهشون ممنونم. یه سری هم خب مثلا چند نفرم نگاتیو صحبت کرده بودن، مثلا یکیش گفته بود که این مستر مم اگه کلمه مثلا الان امروز خب مؤدب باشم کلمه راحت باشه حالت زنونه رو به کار نبره حرف دیگه ای داره بزنه. بعد به این فکر کردم رام، بعد دیدم بابا نه دیگه، ما اصلا بچگی آلت جنس مخالف واسه ما بوت بوده،
دلیلش این بوده که تو مدرسه واقعا دیگه تو مدرسه تو کتاب مقدسی که به زور بهمون میدادن و چه میدونم هزار جای دیگه همیشه جنس مخالف از ما دور نگه داشته شده بوده و همیشه این بوده که تو وقتی که بهش برسی به مدینه فاضله میرسی. من هیچ وقت یادم نمیاد رام اولین سکسی که با یه زن داشتم و زن شوهردارم بود بعدش فهمیدم اولش نمیدونستم چیز بود. باور کن فکر کنم الان مثلا اون حالت تو قرآن میگه که نمیدونم حوری و چه میدونم بعد عسل جاری میشه و نمیدونم از چشما میاد پایین و درخت و فلان میشن و دیدم نه اینم یه ارتباط دیگه. و این چیزی که میخواستم بگم اینه که ببین مشکل من این بود که ارتباط بلد نبودم برقرار کنم، کسی هم به من یاد نده بود، من همش تو انزوا بودم و نوع ارتباط هایی هم که به من یاد داده بودم برقرار کنم همش مریض گونه بود، همش بیمار گونه بود که چهار نفر به من بگن آفرین. دیدی مثلا این بچه‌ای که میخوان نماز بخونن بعد باباش میگه اگه نماز بخونی مثلا واسه دو چرخه میخرم پسرم باریکلا. این فیلم های ایرانی ها زیاد اینجور چیزا نشون میدن که مثلا این کار رو بکنی نشون مدرسه ما بچگی به اون کارت میدادم اینو پر کنی که مثلا 10 تا پر کنی مثلا استارباکس اینو هست میدی 10 تا قهوه بخری یه دونه مجانی میگیری، از این کارتا به ما میدادن که 10 تا نماز پر کنی یه دونه جایزه میگیری. او عجب خاطره یادم افتاد. ببین سر صف قرآن میخونید صبح شما هم دیگه نمیدونم اون موقع ایران بودی قرآن یا همون عجل النظام یا همین چیزا بودی؟ آره یه دعایی میخوندم اگه یادم، من که حواسم نبود ما قرآن بعد میخوندیم، بعد من قرآن میخوندم اتفاقا تو دبستان و راهنمایی، بعد حالا بعدش خواننده متال شدم. بعد فاصله دوری ندارن با هم احساس میکنم اله مثل همه. آره نبا متال خیلی شریفته خواهی نهاریم. من نمیخوام زد دینی صحبت کنم ولی اون سوره ای که میخوندم تو پرانتز اینو بگم، من وقتی از ایران اومدم بیرون اومدم آمریکا یه دو تا چیز خیلی من ناراحت کرد. یکی این که وقتی آزادی زنای اینجا رو مقایسه کردم با آزادی خواهرای خودم مادرای خودم خیلی حالم بد شد. یکی این دیگهش که خیلی بدتر بود این بود که فهمیدم توی مدرسه های آمریکا، توی مدرسه های عمومیش پابلیک اسکولش چیز نداره، دین و زندگی و مذهب و اینا اصلا تدریس نمیشه. تو اینو میدونستی درسته؟ آره دیگه من اینجام درس خونم بچه گیام دیگه اینجا بزرگ شدم، مگر این که این خانواده هایی که خیلی کسکل مسکلن بچه هاشونو به زور میفرستم مدارس کتولیک. آره دیگه مثلا آره از این کتولیک سکول ها اینا هستن که بیشتر بچه هایم که اونجا میرن همه شون آره با بدتر. اصلا ما یادمونه که بچه بودیم اینجا مثلا تو دبیرستان میشه دوستان میگفتم آقا اگر هیچ شانسی میخوای که مثلا تو تینیجی تو سکس داشته باشی برو با این دخترای کاتولیک سکولا، که اونا همه شیطون تر بودن. یعنی واقعا هم اینجوری بود، یعنی مثلا کلیشه هستش که دیگه همون قضیه که همیشه من هزار بارم در موردش حرف زدم، هر چی تو فشار از اونور بیشتر بیاری و سخت‌تر بگیر از اونور بیشتر میزنه بیرون. دلیلش میدونی چیه؟ که بگو بهش میگن چرخه شر. ببین توی مذهب میاد یه دونه هم بزن قرآن رو بگم سوره مورد علاقه من یاد باشه بعدش اینو بگو. این یادمه این خیلی مهمه آخه به ارتباط ربط داره. سوره مورد علاقه من که سر صف میخوندم سوره و شمسی و ضحا بود، بعد ترسناکم من میخوندم از قصد چون خود آیه هم ترسناک بود و فکر کنم همه ما مثلا بچه های 7-9 ساله میومدم مثلا اینجوری میخوندم نگاه کن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم صبح مثلا 7 صبح بسم الله الرحمن الرحیم، بعد مثلا معنی سوره چی میشد و شمسی و ضحا میگه وقتی که ستاره شمس چی میشه خورشید متلاشی میشه نمیدونم زمین داغون میشه همه چی داره عبه میره. بعد من هرچی فکر میکردم چند وقت پیش دیدم خدای آخه واسه چی ما همچین چیزی رو بعد میخوندیم توی مدرسه و همچین ترسی رو تو کودکی به خودمون تزریق میکردیم، مثلا میرفتیم بازی میکردیم شادی میکردیم. حالا مثلا نمیگیم دین بده که 18 سالمون شدم میرفتیم دنبال دین و اینجور چیزا به وقتش،
حالا کاری نداریم، اون چیزه که باعث میشه ما هی بریم انجام بدیم چرخه شرم و گناه دیگه. مذهب میاد یه چند تا حد و مرز میذاره، میگه که اگه تو این کارو کردی آدم بدی هستی، باید مثلا چه میدونم توبه بکنی، که اینم از دوره فکر کنم موسی شروع میشه دیگه، با 10 فرمان شروع میشه که دزدی نکنید، قتل نکنید، نمیدونم زنا نکنید، همدیگر رو نکنید اون کارو نکنید، این کارو نکنید. بعد به موسی میگن خب اگه کردین چیکار کنیم، میگه کردین مثلا بعد بیارید. اینا همش توی تورات و توی بایبل هست. آره دیگه، نمیگم همشو خوندم ولی بیشترشو خوندم چون جالب بود واسم. بعد جالبه وقتی بخونیشون، به خصوص بایبل و یا حتی خود قرآن رو، میبینی که خیلی خیلی هاش از رو هم دیگه نوشته شده. و توی بایبل، توی همون تورات یه جایش هست که مثلا میاد میگه اگه چه میدونم فلان کاری کردی دوتا گوسفند بیار توی مسجد محلشون، چی بوده اون موله، نمیدونم چی میگن جهودا، سینگاه یه چیزی میگن، بیار اونجا نمیدونم بسوزون، اهدا کن، نمیدونم گوشش با خونده محل و اینجور چیزا. بعد این مثلا گناهات بخشیده میشه این کارو بکنی. این حالا این مونده توی ذهن ما بعد از چندین هزار سال و حالا مذهبش هم به ما انتقال داده شده. وقتی من یه گناهی میکنم و توی خانواده مذهبی هم باشم، نمیدونم چی کار بکنم با این احساس گناه. دیگه گوسفندم ندارم برم بکشم مثلا از دست گناه راحت شم، که میرم یه اشتباه رو دوباره تکرار میکنم یا میرم یه کار بدتر میکنم، که خورده دوباره اون حس بد بودن رو قویش بکنم. حالا که من بدم بذار خیلی بد باشم، میدونی چی میگم؟ یه خود سرزنشی توش هستش که واقعا مقاله توی چرخه میشه. این کاری هم که توی کاتولیک ها میرن کانفشنال دیگه، میگن forgive me father for I have sinned. اونجا همه اعتراف کنن همه گناه هاشون آخر هفته. چه کاری حاجی گناه رو حالا تعریف نمی کردی؟ یه مشخصه دیگه، کار بد مشخصه، قانون هستی داره، قانون اجرا میشه دیگه، چه کاری بود؟ خلاصه ارتباط ما برام بلد نبودیم، کسی هم به ما یاد نداد که به ما گفتن نمیدونم وضو بگیره، نمیدونم غسل جنابت بکنه. غسل جنابت هم صحبت من نمیدونم چی هستش. اونو گفتی اون دفعه غسل جنابت، یادم نیست بهت گفته، ولی همیشه مشکل داشتیم که این دفعه قول دادم که حرف زشت نزنم. ولی خب آلت زنانه رو میگیم جی جی، آلت مردانه رو میگیم شنبول. همیشه مشکل داشتیم که شنبولمونو سمت راسته یا سمت چپه. میدونی قصدش چجوریه که وقتی واقعا روحم خبر نداره ازت اسپرم میاد بیرون، حالا چه تو خواب چه تو سکس چه تو نمیدونم خود ارضایی کردی هرچی که هست، بعد بری اول سر و گردنت بشوری، مثل اینکه مسلمونه اول اسلام خیلی کثیف بوده، همون مهم نمیرفتن بوم گرفتن تذکر دادن بهشون، بعد سمت راستت میشی و سمت چپ. ما همیشه مشکل داشتیم شمولون وسط به نمیدونست حالا این راسته چپه نس بشوریم. وا چیزو گفتم، گفتیم چیز گناه و جریمه و اینا. توی رساله خمینی بود بچه مودیم میشستیم میخوندیم، وا یه جمله گفتیم داشتیم با هم پای دفعه میزه، گفتیم خب داشتیم در مورد چی حرف میزنیم، تو گفتی با ما با رساله امام جغ میزدیم. از خنده مردم اینو بهم گفتی اون دفعه. خب یه ذره الابوریت بکن منظورت چی بود اصلا، یعنی حاجی نصفش درباره دخول صحبت کرده. مثلا ما بچه بودیم، خب پولم که نداشتیم بریم مجله پرن بخریم یا چه میدونم فیلم سوپر بخریم، دخترم که نداشتیم، که مدرسه دختران 1 کیلومتر با ما فاصله داشت، بعد نزدیکش هم میشدی بابا یارو چه میدونم همه میریختن سرت میکشتنت. خلاصه میرفتیم میگشتیم خدای چی هست نگاه کنیم، یه اون رساله خمینی رو باز کردیم فقط تو این قسمت های سکسیش میرفتیم، بعد نصفش درباره سکس و اینا صحبت کرد. او چی یادم اومد، یه جاش مثلا گفته بود که اگه زنت پریود باشه باش سکس بکنی باید 6 تا نخود طلا بیاری بدی آخوند محلتون. نه باده داری علکی میگه، من باور نمیکنم. خدا شاهده این از همونه دیگه، میگه مثلا
اگه گناه کردی گوسفند بیار بکش توی چه میدونم همون مال یهودی ها. این میگفت اگه پریود بود شمولتو کردی تو برداری شیشتا نخود طلا بیاری بدی. عمرن همچین چیزی گفته باشه و من باور نمی کنم ناموستم پیدا میکنم و سر میفرستم. اینقدر دراگ ماگ زدی اون موقعی تو نازی آباد داشتی شیشه درست میکردی هرچی دلت خواست میشنیدی. نه این مال قبل اون بود، این مال چیز بود، این مال مثلا چهارده خونه. من اولین دراگ کی زدم؟ من 18 سالگی زدم، من دیر شروع کردم. برای اون جایی که بودی با ارفان صحبت میکردی، ارفان میگفت چه میدونم دبیرستانی بودم مامانم علف پیدا کرده و بعد فکر کرده بود که هروئینه، میگفتن نه مامان این علفه فرق میکنه. والا علف واسه ما سماش از هروئین بدتر بود خدا شاهده، یعنی علف سم خیلی خفن تر از هروئین بود. حالا شما خود تجربه داری آرام، ما من آدم خیلی مظلوم و بچه کف با مرتب و سالمیم. با هر جا میرم و دیگه من هر مهمونی میرم، حالا من مثلا تو خلوت خودم مثلا بربن هم میزنم، جوینت هم میزنم، همه چیزی که دوست دارم برای خواهم میزنم. اصولا با آدم های دیگه هم زیاد دوست ندارم که با خیلی با طرف حال کنم. و مثلا چه میدونم با آیدین که بودم تو الی پیش اون مثلا جفتمون خیلی مثلا ریلکس بودیم، با هم میتونستیم مثلا کلی مثلا دیوونه بازی در بیاریم. ولی مثلا هر جا میرفتن که مهمونی یا دو خیابون یا دوره همه همه یه جوینت میکنن مثلا یه شات از این یه فلان از اون، میگن بابا مثلا من یه ذره میدونی این حالت هم شده که هر کی از راه میرسه میخواد یه شات و یه جوینت و یه لاین و یه چیزی با هم بزنه، میگن بابا برو نکنید سمبوله بعد، من همش دارم سعی میکنم فرنگ سازی میکنم حرف چیزای خوب بزنم، ببین چقدر آدمای حسابی دارم میارم تو پادکست. نکنید این کارو با خودتون. بابا یکی که میتونه کنترل بکنه چه اشکالی داره، بزن حالش رو برای دیگه. آره تو هم بحثش نبود بگه دوستان سر این داستان کنترل، هممون یه چیزایی هستش، حالا چه کوچیک چه بزرگ، چه تو مواد، چه تو سکس، چه توی کار کردن، چه توی تر و تمیز بودن، روی یه چیزی هممون یه سری قفلیایی داریم و این قفلی‌ها خیلی خودمون متوجه نمیشیم مثلا خیلی وقتا هم که اینو داریم، ولی خیلی هم به ضررمون تمام میشه. حالت این OCD بودن و گیر دادن به یه کار و از اون نتونستن کندن، این چیزی که کمتر واقعا بهش توجه میکنیم، این پترنایی که توش میافتیم و سخت میشه بعد از این همه سال که آدم وابسته میشه عادت میکنه به سری روتین از اونها کندن، بخصوص اگه روتینای بد باشن و کلی برای آدم زیان داشته باشه، خیلی سخت کندن ازشون. و اینو انقدر دیدم این چند وقت دور و برمون، از اعتیاد گرفته تا میگم الکوهولیسم تا سکس ادیکشن تا هزار تا چیز دیگه که خیلی خفیف‌تر به نظر میاد، ولی همین اینا مثلا باعث میشه که آدم میدونی مثلا چه یه دوستی دارم که مثلا رو ماشینش خیلی گیره، یعنی اصلا این بد فور آخه این یک خاکستر سیگار نیفته یا نمیدونم پوست مثلا آدامس نخوره رو زمین یا مثلا پاتو مثلا فلان خیلی اصلا بچه هر هفته ماشینش یه جوری میتره کنه چون انقدر حساس روش، میدونی یعنی این اصلا راحت نیست، اصلا مثلا تو ماشینش من نمیشینم چون اصلا دیوونه میکنه آدمو هر لحظه که هی وای مواظب باش این اون نشه این اینجوری نشه. اصلا آدمایی که با این طرز فکرم زندگی میکنن که همش دیدی خونه یکی میری همش از وقتی که وارد خونه شدی داره بهت گیر میده که آقا این کار نکن اون کار نکن، میگم بابا بشاش تو این قانون پانونه، بابا انقدر سخت نگیرین، دنیا دو روزه به خدا. اتفاقا ببین من الان مجردم، توی نزدیکم یه خانومه هست ایرانی، خیلی هم خوشگله، خیلی هم دختر باحالیه، ولی OCD داره. بعد پا هم میده ولی سمتش نمیرم، خیلی ترسناکه اینه که میگی و من درکش میکنم، خیلی رو مخه. فکر کنم مثلا میری خونش پاتو باید بشوری فلان، نست نزم به اون فلان نکن بله اون کن تو خدا. و اینم چیزام بگم، میخوام در موردش حالا تو اپیزود بعدی میخوام در مورد اینا حرف بزنم. میذاری یه سری منتال هلث مثلا ایشوهای هستش که بیماریای مثلا ذره شاید خفیف‌تر منتالی باشن که نمیدونم منتال میشه روانی یا نمیدونم کلمه روانی بعدم میاد، ولی بیماریای روانی خفیف‌تری هست، ذهن بیماری ذهنی که میگم هم مثل OCD ADHD بایپولار و خیلی چیز دیگه خیلی خفیفتر خودشون رو نشون میدن، ولی خیلی سخت زندگی کردن باشه برای خود اون شخص ها و حتی برای دیگران هم دورور اون شخص، چون خود اون آدم بعضی خود متوجه نمیشه. حالا میخوام در مورد موضوع بیشتر سوال کنم، قرار بود یکی بیاد باهم صحبت کنه، یه روانشناس و یه کسی داره اینو گوش میکنه الان و تو این بحث ها خیلی وارده،
خوشحال میشم که با هم تماس بگیرین و در موردش بیشتر صحبت کنیم. بعد داشتی میگفتی بگو آقایم. آره رام، آره ارتباطو اکثر ماها تو زندگیمون از دست میدیم، به خصوص ارتباط. قبول داری روح طبیعت وجود داره دیگه، یه ارتباطی بین درخت ها، جانور ها، انسان ها، یه چیزی پشت همه ما هست. آره یه بالاخره هممون از یه چیز میایم و میریم و میشیم و اینا رو خب واقعا آره یه آدم یه حس همیشه این یکی بودن به خصوص روی سایت دلیک و اینا رو که خیلی بیشتر آدم لمس میکنه و تجربه میکنه. این یکی بودنه رو من نمیدونم چطور اتفاق میافترام. برای بعضی آدم ها از همون بچگی ندارنش، احتمالاً به سایکل های زندگی قبلیش رفت داره. من نمیدونم این چجوری اتفاق میفته. بعضی ها ندارن، یعنی از اون بچگی که به دنیا میان این بدبخت ها اصلا جدا هن، تنها هن و نمیتونن وصل بشن، بعد یه اتفاقی بیفته تو زندگیشون. واسه منم اینجوری بود، یعنی من اولین شات رو زدم یا اولین چه میدونم جوینت رو زدم یا اولین دراگ رو زدم، یه دفعه اون حس یکی بودنه با طبیعت، با همه آدم های اطرافم اتفاق افتاد. فکر کنم دفعه قبل گفتم که تو خونه یه تیک شیره داشتم انبار کرده بودم که خوردم، اصلا رام نمیدونی من اون روز میخواستم همه رو بغل کنم، میخواستم به همه بگم دوست دارم تو رو، تو رو دوست دارم، عاشق تو هم. اون روز یه حسی به من دست داد که بابا این زندگی که میبینی، اون فکری که پشت زنده، من اصلا کلمه خدا خوشم نمیاد. کلمه خدا یه چیزیه که اصلا نیازی به گفتن نداره. اگه 100% انقدر میتونه انقدر خدا بدیهی باشه که اصلا نیازی نباشه به راجبش صحبت بکنی. اگه وجود نداشته باشم که وقتی یکی میاد راجبش میخواد به زور صحبت بکنه و شک داره، این آدم میخواد سوء استفاده بکنه. اصلا نیازی نیست بیای بگی کلمه نمیدونم خدا پشت فلان، ولی یه روحی ما همه ما رو بس کرده و اون روحه، اون چیزی که داشت دنیا رو به نظر من ایجاد میکرد، اون فکری که پشت زندگی بود و انیشتین دنبالش بود بفهمه که مثلا اون فکر چی بود، که میگه من دنبال جزئیات نیستم، میخوام ببینم فکر خدا یا چه فکر روح هر چیزی که اسمشو میذاری چیه پشت این. من میگم فکرش این بود که مثلا یه جمعی کسخلی از آدما دور هم جمع میشیم و اش میکنیم و میگیم میخندیم و حال میکنیم و از این بود میریم بود بعدی، بود بعدی، بود بعدی، کهکشان به کهکشان بعدی، این جهان به جهان بعدی، و توی یه ابدیتی از عشق حال میکنیم، جریان داریم با هم دیگه، داریم صفا میکنیم. ولی این چیزی که توی بودای پایین تر هست، من فکر میکنم زمین یه چیزی بین این هاست، اینجایی که ما هستیم، توی این سطحی که ما هستیم، یه مش آدم کسخل جدی هم وجود داره دیگه. اصلا چه رئیس جمهور مثلا آمریکا اومده بود با اون یکی، من اصلا سیاسی اخبارهای سیاسی گوش نمیدم، رفیقم تعریف میکرد که مثلا جو وایدن به ترامپ میگفته چه نمیدونم شات آب من، بعد اصلا چرت و پرت به هم میگفتن. آخه روانی دیگه 80 سالت، برو نماز روزاتو بخون، اسکول دنبال چی؟ دو تا گل خوب بزن. دو تا ما همیشه میگم دیگه، مثلا خامنه ای و ترامپ و نمیدونم کیم جونگ اون، اینا همه دوران بشن یه آیواسکا تریپ برن و همه بعدش همه رو بغل میکنن و عشق و حال. با من همیشه برای خودم سواله، میدونی؟ خب میفهم از علمی، خب من کاملا منطقش میفهمم که این شدت دوپامین و سیروتونین و همه هورمونای خوشحالی که ترشح میشه توی اون حال و آدم تمام اون حالا نورونای چیان نمیدونم، حالا اینا اصلا چیزای علمیشو کاملا بلد نیستم که بگم تکنیکال، ولی درک میکنم و میفهمم که چه اتفاقی داره برام میفته روی این دراگا و وقتی میام بیرون چقدر خوشحالم و همه رو میخوام واقعا بغل کنم و بوس کنم و بگم چقدر عاشقتم. یعنی همه عاشق همه کس و همه چیزو، از درخت و مورچه گرفته تا دختر و پسر و این وسط و اونو هر چی. و برای همیشه سواله که چرا مثلا بعدش دوباره آدم خیلی سریع برمیگرده تو اون نقطه
نمیخوام تنفر کلمه غلطی، ولی اون نقطه دوره اپاتی، بیخیالی، بیتفاوتی. آره بیتفاوتی. و میگم چرا نمیتونه آدم خب سوار این موج، این عشق و این انرژی بشه؟ همیشه مثلا بچه ها منو مسخره میکنن از این موضوع که میگن رام تو خیلی آدم احساسی هستی، یا مثلا حرفایی که میزنن ایدالیسی کوشریه که هیچ وقت مثلا بهش نمیرسی یا هر چی. میگم خب قبول، خیلی حرفام واقعا میفهمم، یه سری کلیشه‌های ایدالیستی که احمقانه است، ولی آدم اگه با چیزی باید باور داشته باشه، باید سعی کنه به یه رویایی فکر بکنه. یعنی حداقل برای من اینجوریه، نمیدونم شو بقیه اینجوری نباشم. من فکر میکنم بیزاره کپیتالیسم هم بازی رو کثیف کرد و گلالود کرد و این رقابت و پول و نمیدونم خیلی چیزای مادی که واقعا اونقدر اهمیت نداره. میدونی یه فیلم بود قدیم فایت کلاب یا تا که خب دقیقا میگفتش اونجا که خون آپارتمانش میتره که اومد میگه وای اون خونه هم مثلا مبل آیکیو فلان همه اینا، این زندگی من این بود. یعنی میدونی توی همون چند تا تیکه فرنیچر و مبل و نمیدونم آشپزخونه‌ش و اتاق خوابش و اینا کل زندگیشو زحمت کشید که اونو بسازه و اون کل زندگیشو همه اون دیفاین میکرد. و این خیلی رو مخ من همیشه بچگی که اون فیلم هم دیدم، یعنی همیشه این خیلی برداشت خیلی غلطی از فایت کلاب میکنن و حالا بگذارم نمیدونم چی که دارم رو میشه رفت، ولی کلا میدونی من از همیشه بچگی این موضوع رو مخم بود که من نمیخوام سری اشیا یا یه سری چیزای خیلی سطحی زندگی منو تعیین کنن. برای همین انقدر همیشه تو سفرم و اصلا میدونیم بچه ها تحجیب میگن رام مثلا خسته میشه روی مبل مردم زندگی کردن و این ورون ور رفتن و فلان، مثلا خجالت نمیکشه دو این سن و سال. یکی برگشت تو الیون گفتش که چرا سر کار نمیری، اصلا میدونی انقدر بهم برخورد این حرف، به خاطر اینکه جوری که یعنی اون آدم که داشت اینو بهم میگفت میدونی منظورش این بود که آقا تو هیچ گویی نیستی و هیچ گویی نخواهی شد و اگه سر کار نری میدونی تو آخر وقت همینجوری روی مبل خواهی بود. من اینجوری که اولا که خب اولا که مشکلی نیست، من خیلی هم خوشحالم روی مبل، یعنی هر جا میرم آره دوست دارم که اینجا بالاخره فضای خودم و زندگی خودم داشته باشم در آینده، حالا هر چی اگرم نشدم ناراحت نیستم، من هر چیزی که در امکان و در اون لحظه وجود داره رو باهاش حال میکنم و لذت میبرم. ولی برای خودم یه رویاهایی هم میسازم، رویاهای من همیشه رویاهای خیلی آرتیستیک و دیوونه و چه میدونم از کامیونیتی و فارم و هنر و موزیک و فیلم و این چیزاست بیشتر، نه که وای خدا کنه یه روزی خونه 20 میلیون دلاری باشه. اصلا یعنی یک بار به همچین چیزی فکر نکردم. و این موضوع میگم این حسی که برای ما تعریف شده که خوشبختی چیه، و مثلا تو اپیزود با شهریار خیلی همه دوست دارن و اینا، میدونی تعریف‌های خوشبختی من و شهریار خیلی با هم دیگه فرق داشت و برای هر کسی هم همینجوری خیلی چیز نسبیه. من فقط چیزی که دارم سعی میکنم نشون بدم با لایف استایل و زندگی خودم اینه که آقا یه راه دیگه هم هست برای زندگی کردن که لزوماً لازم نیستش که تو همین چارچوبی که کل تاریخ تعریف کرده با تو اون قرار بگیری. میتونی بزنی این دیوارا رو بشکنی و اونجوری که خود دوست داری زندگی کنی. به این معنی است که موفق بشی و پولدار بشی یا همه عاشقت بشن، ولی میگم همیشه شدنیه اون اینکه آدم بخواد از توی سخت‌ترین و گه‌ترین و پایین‌ترین جای ممکن خودش رو بکشه بیرون. چون من 100 بار خوردم زمین و 100 بار دیگه هم بدتر خواهم خورد زمین و بازم میدونم خودم میکشم بیرون، چون اصلا ذات ما انسان ها همینه که همیشه بکشیم خودمون رو بالا دوباره. فیلم مثل نوبادیز دیدی؟ نه دیدم. حتما ببینش. مال سال 2009 فکر کنم، نمیدونم چه سالیه. مستر نوبادیز فکر میرم کنم تو کارش. خواننده 30 seconds to Mars اسمش چیه؟ پسر بچه جرد لیتو فکر کنم اون بازی کرد. اون فیلم ریکوین فاجریم اون بازی کرده بود فکر کنم، اینم آره. اون بازی کرده. خیلی فیلم باحالیه. من نمیخوام اسپویلش بکنم اینجا، ولی فقط یه جمله میگم ازش. اونم اینه که تو هر جوری تو زندگی دهنت خودتو سرویس بکنی آخرش تموم میشه دیگه. اگه تونستی اون عشق پشت زندگی رو ببینیش و بهش بچسبی، حال بکنی باش، حتی یه بار کردی، نکردی اصلا منظور زندگی رو نفهمیدی. خیلی این فیلم قشنگیه. یکی اینه. بعد خیلی هم من آدم پیکی شدم، یعنی اصلا
فیلم رو بذارم ببینم 10 دقیقه یه روب کارگردان چرت و پرت فکر کرده خاموش میکنم، مثلا میزنم اون بعد. این فیلمی بود که واقعا تا آخرش میبردت. یکی هم یه انیمیشنی هست شهر و شهر ارواح، گوست سیتی فکر کنم همچین چیزی، که مال یه کارگردان خیلی معروف ژاپنیه. اونم هم گوست نشلو نمیگی؟ نمیدونم. خب شرایطی که یه دختر بچه‌ایه که با پدر مادرش دارن میرن توی خونه جدید، بعد اینا گم میشن، بعد وارد یه شهری میشن، بعد پدر مادرش میرن توی رستوران شروع میکنن مثل خوک غذا خوردن. بابا تو چیزو میگی بابا، Spirited Away رو میگی؟ آها آره آفرین، آره خدا اسمش چی بود انگلیسی شدم نبود. اون دیگه کل زندگی خیلی اون جالب داره، خیلی اون خوبه بابا، اون که بهترین انیمه های تاریخ عالی. دقیقا اتا فیلم بعدی و... که ما مخ... بگو حرفتو ببخشید. نه بگو نه مخواستم فیلم بعدی که ما مخواهم ریویو کنیم با مانی اسمش هست The Hunt، کسی که دارن گوش میکنن من چند روز دیگه جدید داره. نه مال 2012 جدیدش، اون آشغاله جدید چرت و پرت. این قدیم 2012 فکر کنم هانت، یه فیلم دانمارکیه در مورد همین داستانه تجاوز و میتو و ایناست. یه جوری یعنی پرمیسش اینه که دختر بچه‌ای تو مدرسه، یا یه پسر بچه نمیدونم، من ندیدم و فقط داستانشو میدونم چیه. میاد یکی معلمی کسی به اتهامی که به چه کاری کرده بود و و کلا تو اون داستانه، مثل که خیلی هم فیلم جالبیه در مورد این موضوع. و خودت هم دیگه این دوره‌ای که مثلا الان میتو ایران یهو داغ شد و گرفت، خیلی اونم از این طرف دیدی که چقدر شلوغ شد، از طرف یهو همه چیز خیلی هم خوابید و ولی بالاخره یه به نظرم یه قدم بزرگ مهمی برداشته شد که این در مورد مسائل کلا حرف زده بشه. خیلی خوب بود. آره چون همین حرف نزدن هست که باعث میشه که هی کار به جای باریکی بکشه و هی بدتر و بدتر بشه. هرچی صحبت و نمیدونم چی میگن کانسنت و اطلاعات و انفورمیشن بیشتری باشه در مورد روابط و بخصوص روابط جنسی، به قول تو میگن. چون در اینو منشن کردم الان، داشتی اول بحث میگفتی که جایی که ما بزرگ شدیم چیز دیگه ما یاد نداده بودن. من خواستم بذار در مورد این ذره بیشتر صحبت کنیم، این خیلی برام جالب، چون یادم که در مورد میگم تجاوز بچه‌ها و پسرام و حرف زدیم یه سری قبلی با هم دیگه. و اینکه یه فرهنگی که خیلی عادی میشه دیگه، تو میدونی که آقا مثلا رایت آف پسیج، منم مثلا به این سن میرسم با ترتیب یه پسر دیگه رو بدم و اونم بعد یکی دیگه رو بتن، یعنی اینجوری آدم اصلا بار میاد توی همچین جایی. حالا بازم میگم نمیخوام جمع بندی کنم همه محله ها اینجوریه، ولی خب به خاطر همین جدایی دختر و پسر رو از بچگی تو مدرسه و توی مذهب و توی خانواده و توی غیره و غیره و غیره، همین عقده ها که جمع میشن و تبدیل میشن به خیلی چیز عجیب غریب دیگه، از اون ور توی جای دیگه جامعه میذارن بیرون. حتی ببین این درسته که حقوق زن ها واقعا پایمال شده و خیلی تاثیر بدی کل جامعه میذاره این قضیه. من اصلا نه جامعه شناسم نه اصلا چیزی حالیمه. تجربه‌ای که من داشتم درباره زندگی خودم این یعنی این همه این چیزهایی که قدیمی‌ها فکر می‌کردن خوب بوده و باید می‌ذاشتن، تأثیر خوبی تو زندگی من نذاشت. یعنی چه می‌دونم اون جامعه‌ای که توش بودیم، اون مدرسه‌ای که توش بودیم، و من وقتی فهمیدم محمد نجفی که رئیس وزیر چیز بود، آموزش پرورش بود، دفتر زنشو کشته، اصلا تعجب نکردم. فکر کنم خیلی بیشتر از این چیزا بوده، فقط این یه دونه اومده بیرون و ما محصول اون آموزش برمده. آخرش هم اونو چی کارش کردن؟ هیچ کارش هم نکردن. نه دیگه علکی بود دیگه، اسکول کردم ملتو و فکر میکنم مثلا ما چیزی، ما خودمون با مثل خودتون دیگه لاش خوریم دیگه، همه اون لاش خوریم دیگه، بذاریم کنار با فیلم بازی کردن. خیلی وحشتناکه واقعا. در روز روشن این آدم ها میاد میشه چایی میخوره با رئیس پلیس و هیچ اتفاق، بعد آدم بدبخت بنده خدایی که دنبال یوز پلنگ میره تو بیابون و میگیرن میکشنش به خاطر اینکه میگن فلان و چی دیو. واقعا یعنی اصلا سورئال آدم بهش فکر میکنه مملکتی که توش زندگی میکنیم و بیشتر و بیشتر هر روز مثل کپک سرمون رو هی زیر برف میکنیم و به روی خودمون. البته نمیدونم از یه شدتی بعد دیگه میدونی خبرهای بد و ناراحت کننده و
میدونی دقیقا بازیه که خب خیلی سیاستمدارای تاریخ هم بلدن دیگه، هرچی آب و گلالوتر بکنه و همه چیزو کثیف‌تر بکنه همیشه به نفع اون آدمای افراطی و تندرو بیشتر خواهد بود دیگه. مردم هرچی به اینا خودشون خوب میدونن که مردم یادشون میره، فراموش میکنن زندانیا رو، اسم زندانیا رو، اتفاقا رو، قتل عاما رو، اعداما رو، همه اینا رو مردم فراموش میکنن. حالا میگه ما یادم میمونه اینو، ولی اصلا تواناییشو نداریم این حجم از ناراحتی و کثافت کاری آدم یادش بمونه صبح تا شب. ولی رام به محض اینکه آدم متوجه میشه که مشکل داره و شروع میکنه که روح طبیعت رو باش بیشتر یکی میشه، کار سختی هم هست، شما باید پاتو بذاری اون ایگویی که داری دیگه، اتفاق خوب میفته و آدم های اطراف عوض میشن به مرور زمان. نه صد درصد، آدم واقعا با زندگی کردن و خودش، من همیشه میگم عمل کنید، انجام بدین، برین دنبال اون هدف و آرمان و کاراتون، وای نسین و این هی تسلیم بشین به حرفای نمیدونم مام بابا یا معلم یا چه آدمایی که شاید تو رو درک نکنن. نگم که مام باتون گوش نکنه، منظورم این نیستش، منظورم این اون طرز فکر سنتی که نسل به نسل هی به ما دست داده شده که آقا تو باید این باشی، این باید ها رو بیرون بنداز. و رسیدیم به ارتباطات، درسته؟ الان تقریبا یه دونه اینتروداکشن خیلی طولانی رفتیم، چند دقیقه شده تا الان. من چه میدونم، اما بگو دیگه ببینیم جلو دیگه سایک میذاریم تا یه جایی که من ممکنه با بعدش برم بیرون بهت خبر میده اگه لازم شد. آره، یه جایی که خب من فهمیدم واقعا مشکل دارم و گفتم خب باید یه کاری بکنم دیگه برای این مشکل. و آدما خیلی زیاده به من کمک کردن، یعنی یک کسایی مثل خود تو، یک کسایی مثل خود الان من، آدم خیلی زیادی من کمک کردن. و همه داستان این بود که این دو چاکرا که بهشون اعتقاد داری دیگه، چاکرایی که انرژی توش جابجا میشه تو بدن انسان. به عنوان آدمی که پی اچ دی کیمستری داره تعجب میکنم که به چاکرا اعتقاد داره، ولی خب بابا من عاشق چاکرا. بیا چاکرات رو باز کنم برات. دیگه چاکرای ما چیز شده دیگه، جر خورده دیگه. نه من نمیدونم، حالا به قولتون همون بحث اسماس و کلمات، من نمیدونم، من میگم به اون یه انرژی چه کهکشانی یا هر چی میخوای اسمش بذاری، یه چیزی هست من نمیدونم چجوری توصیفش کنم، ولی تا اونجایی اسیره. که میتونم خودمو خیلی اسیر این تعریف و این چیزا نمی کنم. حالا بگو داستانش. ببین من درونم، این درون سینه من پر از اتفاقای بد بود، پر از انرژی های منفی بود که تو نداری. درست. تفاوت من با تو میگی مثلا من میتونم چه میدونم جوینتم رو کنترل بکنم، کارام بکنم فلان، تفاوت من با تو این بود که من درون قلبم پر از نفرت بود. از معلم، از دین، از مذهب، از بقال سر کوچم، اون همون کسی که تو بچگی انگوشتم کرده بود، همون کسی که گذاشته بود لاپام، از همه ی آدم های اطرافم بدم می اومد و همه ی ارتباطات هم قطع شده بود. یعنی یه کاملا آدم منزوی، آیسولیتد، بسیار تنها. و این وقتی خب درون پر قلب سیاه باشه، خب تو اصلا انرژی طبیعت هم نمیتونی حس بکنی، روحی از طبیعت نمیتونی بگیری. یعنی چی میگم؟ آره این قبول دارم. اینا رو بعد میکشیدم بیرون و علاوه بر اینها اومده بودم کلی هم آدم رو عذاب داده بودم، کلی آدم اذیت کرده بودم، از رام دزدیده بودم، از اون دزدیده بودم، جیب اون رو زده بودم، به اون خیانت کرده بودم، به اون دروغ گفته بودم، دل اون رو شکونده بودم، یه شرمی هم از اون داشتم. و راجب شرم هم صحبت کردیم دیگه، تو وقتی شرم داری تو جامعه تو جنوب شهر خیلی میبینی که یارو مثلا تو دلش تو میگی دلش چیزی نیست ولی رفتارش رفتار آزاردهنده ایه، بیچاره خب شرم داره، نه اینکه آدم بدی باشه، چون شرم داره هی میاد دوباره اون اشتباهی که کرده انجام میده، دوست نداره بکنه ولی انجام میده. پس دوتا قضیه شدی که اینکه من درون قلبم پر از نفرت و چه میدونم شرمی بود که از روابط جنسی حتی داشتم، به خصوص با
چه میدونم دوست دخترم، دوست دختره قبلیم، یا مثلا اون چه میدونم اون کسایی که به من تجاوز کردن، کسایی که من اذیتشون کرده بودم تو روابط جنسی. چون خیلی از روابط جنسی هایی که ما مثلا دوست دختر خودمون داریم سالم نیست نبوده دیگه، میدونی چی میگم؟ و تو این ارتباط ها من آسیب رسونده بودم به اون آدم ها. و تمیز کردن همه این اینا واقعا یه مسیر سختیه و من راهی نداشتم. یعنی شروع کردم تک تک این چیزایی که توی قلبم بود و در آوردم، تمیز کردم، گذاشتم، دیدم ای بابا انگ گرفته، دوباره در آوردم، تمیز کردم، گذاشتم سر جاش، تا یه خورده کم کم به مرور زمان بهتر شد درونم و تونستم روشن‌تر ببینم اطرافم. ولی هنوز که هنوزه اون نگیتیویتی که از کودکی به ما دادن تو ذهن من هست. ولی تو اوردی خیلی جلوی همین همی که اینقدر دونتی باش دمارش راحت صحبت کنی و رو خودت کار کردی، یعنی قدم خیلی بزرگی. به همیشه توی این برنامه های الکالیکس انانمیس و نارکاتیکس انانمیس ای ای و ان ای و همین چیزا خیلی وقتا میدونی میگن اول که یه چیزی که خیلی ازشون بدن میاد میگن اول با خودت، با خدا تسلیم کنی. این که اصلا که احمقانه ترین چیز هست، اصلا اینقدر بدن میاد وقتی این حرف ها خدا مدار بریز دور هست اصلا بابیرون بنداز این. ولی یه چیزیش که درسته اینه که اولین قدم به نظر منم، یعنی این خیلی واقعا در مورد کیسای خودم، همین که با تو قبول کنی آقا من یه جای کارم میلنگه، من یه جای کار مشکل دارم، تو خودت قبول نکنی که مشکلی داری، اصلا حل کردن اون مشکل خودش خیلی بیشتر زمان خواهد برد. قدم اول ایدنتیفای کردن و پیدا کردن، نشون کردن ریشه کل داستانه. حالا برای این یه سری میرن سایکدلیک میزنن، آیواسکا و ایباگا فلان، یه سری میرن مدیتیت میکنن، یه سری میرن ورزش میکنن، یه سری میرن خودشون غرق کار میکنن که مثلا با کار و موفقیت و پول و اینا مثلا چه میدونم چیز کنن. ولی اون ریشه داستان آدم باید در بیاره، باید بفهمه و ایدنتیفای کنه تا بخواد اون مشکل رو حل کنه. و اون خودش خیلی سخته، میدونی، اینی که آدم قبول کنه که آقا من یه مشکلی دارم. انقدر ما موجودای تک بود و مغرور و اصلا خودبینیم، خیلی عجیب غریبه این کانشسنس و آگاهی اینجوری که ما فکر میکنیم مرکز کل کهکشان. حالا اصلا ما انسان ها که اردی خیلی ها فکر میکنیم که ما مرکز بینید کل این کهکشان، نقطه وسطش انگار ما هست. خود این که نظرم احمقانه است، برای همین مثلا میگم اون کانسپت کوت آن کوت خدای دینی من قبول ندارم، خود اینکه اصلا احمقانه ترین فکری که فقط یه سری آدم ها روی کره زمین توی این همه کهکشان بگن این یه دونه مذهب از این یه دونه فرقش تا این یه دونه کتابش فقط درسته، با بی خیال. باز خیلی به نظر من اصلا خودتو تسلیم یه باور عجیب غریبی کرده باشه که بتونی اونو قبول کنی اون حرفا رو. تو خیلی ما لو لولی، خیلی لو لول. او چند تا کتاب خوبی یادم اومد، فکر کنم اون دفعه بهت گفتم کتاب امی کودک کهکشانی، فکر کنم سه تا کتابه، سه تا 150-60 صفحه‌ایه، همین تازگی هم خوندمشون. خیلی مفهوم باحالی و راجبش صحبت میکنه. تا یه کتاب چیزه یا ساینتیفیک، چی میگن؟ ساینس فیکشن، پاپ ساینس یا ساینس فیکشن، ساینس فیکشن، علمی تخیلی، علمی تخیلیه. ولی چیزی که راجبش صحبت میکنه یه حقیقت ترسناکی رو میگه به نظر من، تا قشنگه. میگه این شما که رو زمین دارید زندگی میکنید و این همه آدم همدیگر رو کشید، سطح لول عشقتون، اون چیزی که از زندگی باید میفهمیدید، خیلی پایینه. اتفاقا این که فکر میکنید مرکزی پرکزی اینا نی، خیلی هم لولتون پایینه اتفاقا. و یه سری آدم هایی که حالا رشد میکنن اینا میرن توی یه بعد بالاتری زندگی میکنن. و رام جالب بود، من اون دفعه میکنم نگفتم به یه بار من یه گل خیلی سم زده بودم، این فکر کنم مال 7-8 سال پیشه، باور کن یه دفعه احساس کردم که چند تا موجود که آدم موجودات خوبی بودن، نمیخوام کلمات مذهبی به کار ببرم، بعدم میاد فرشته و من چرت و پرت خوشم نمیاد، که مالی یه بعد دیگه ای بودن، دور من بودن. خب
بعد داشتن به من کمک میکردن که مسیر زندگی رو بفهمم. میدونی چی میگم؟ خیلی من خیلی به این فکر میکردم. بعد یه مدت خیلی به من کمک میکرد، میگفتم نه این دنیا هوای منو داره، من باید جلو برم. و یه مدت گفتم اسکل توهم زده بودین، این چرت پرتا چیه؟ بعد ای مثلا ای برای الان فهم میکنم واقعا درسته. و وقتی یه سری رد میشن از این بود، از این سطح پایین، میتونم برگردم و کمک بکنم به اون کسایی که هنوز گیر کردن توی اون جایی که هستن. و من این اعتقاد منه، یه سری ها هستن که از بودای خیلی پایین تر میان بالا و خیلی جدی میگیرن این زندگی که توی این زمین هست. اون رو دیگه خیلی اسکلن به نظر من. کتاب شازده کوچولو رو یادته؟ نیستی تو مایه همونه. شازده کوچولو هنوزم واقعا فیوریت ترین کتاب زندگی من. یعنی من اصلا هر چقدر این کتاب بخونم، فیلمش هر جا روشن باشه میچینم پاش. یعنی اصلا واقعا این حسی که نشون میده یک کودک درون هممون، یعنی هم یک کودکی که با کنجکاوی و با یه اشتیاق و با یه هیجان به دنیا نگاه میکنه که هرچی بزرگتر میشی ما میدونی همیشه بزرگوارم داره مسخره میکنه کل کتاب، میگه آدم وقتی که اصلا بزرگ شدن یعنی چی، یعنی شروع میکنن کم کم درای به زیبایی دنیا رو بستن و میدونی همیشه از این حرف میزنه. اون چیزی که واقعا چی میگه، میگه what is essential to the heart is invisible to the eye. یعنی اون چیزی که واقعا برای ما مهمه تای خطش، اون به نظر من برداشت که میگه من میکنم این که اون رابطه هاست. میگه وقتی که آدم مسئول اینه که اون چیزی رو که تربیت کرده ازش مواظبت کنه. یعنی من دارم بد ترجمه میکنم، دارم جمله هایی دارم فکر میکنم، ولی کلن میگه و یاد روز خودش تو سیاره خودش میفته که باید بهش برگرد و بهش برسه. و یعنی تای خطش به نظرم همین این عشق و این زیبایی و این پادکست و این کامیونیتی دیسکورد و همه این داستانا، رفاقتم با تو و هر کی دیگه که این پادکست منو باعث باش دوست بشم، این رابطه هاست به نظر من که زندگی رو زیبا میکنه. نه اون لحظه‌ای که آدم داره میدونی حمالی میکنه توی برگری یا توی دفتر یا آفیس یه جایی که نمیخواد باشه، مجبور باشه به خاطر پول، مجبوری هم این سری کار بکنیم. ولی برای اینکه به این نقطه برسیم که این رابطه های جدید و زیبایی رو پیدا کنیم توی زندگیمون، من حالا خیلی سطحی ترش شد بخواد به فیزیکالش رو فکر کنیم که فقط سکس و فلان و چی و اینا، ولی این رابطه عمیقه که بتونید زنگ بزنید به یه رفیق دیگه‌ات و با هم دیگه با یک زبان و ادبیاتی که از توی تخیلات خودمون درآوردیم اینا رو و با هم دیگه داریم ارتباط برقرار میکنیم و تعریف میکنیم دنیای دور و برمون و اتفاقایی که برام میفته، اینقدر حس زیبا و باحالیه. من فکر میکنم واقعا اصلا اول بود پادکستر میشدم به جای موزیسین، چون اینقدر دوست دارم فک بزنم یا بشینم پای حرفای آدمای دیگه و گوش کنم حرفاشونو. یعنی توی این برای من این شیرین ترین لحظه هاست. یعنی نعمتی بود اصلا این پادکست برای من. بعد جالبه که من هر کسی، هر آرتیست ایرانی که خوشم میاد نوش اینو میخوریم گول نخوریم هر آرتیست ایرانی که خوشم میاد طرفدارش خیلی هم کم هست نسبت به بقیه. تو مثلا فکر کنم خیلی زیادی نسبت به اون که مثلا هومن اجدری من خیلی دوست دارم. بعد اون دفعه رفتم تو چیز نگاه کردم تو اینستاگرام، دیدم مثلا کلا 8000 تا فالوور داره. چون یه چیزی بگم، یه رابطه ایرانی مستقیمی هستش با شهرت و ایگو و ریلکس بودن و زره داشتن و غیره و غیره. ببین اصلا قدرت و پول زیاد حالا و شهرت، این سه تا واقعا مریض میکنه ما رو، واقعا مستش میشیم و خیلی با آدم قوی باشی که تحت تاثیرش قرار نگیری. من همیشه میگم من که بزرگترین وحشت های زندگی اینه که خیلی معروف بشم. یعنی مثلا چه میدونم یه تعداد وحشتناک گنده مثلا قربون صدقم برن و چه میدونم همه حرفامو فکر کنن مثل یک سکریپچر با توی انجیلی جو مثلا حکاکی کنن و تاتو کنن و چون واقعا خودم رو هیچ پخی نمیبینم و هیچ وقت هم نخواهم دید و اصلا دوست ندارم هیچ وقت به جایی برسم که این اون باعث بشه که چخ نتونم دیگه خودم باشم، اون حسی که خودم دوست دارم همیشه باشم و این آدمی که همیشه انقدر راحت و بدون تعارف بدون نقاب که همیشه میتونم باشم، این برای من بهترین و جذاب ترین چیز دنیاست. چون همین الان که من کل زندگیم هر کی منو میشناخت میدونست چقدر آدم رو راستی ام و چقدر بدون تعارف همه حرفامو میزدم و اینا، ولی منم خیلی جا اتفاقا کوتاه اومدم. مثلا بدترین جاهای زندگیم سر یه تصمیمای خیلی خودم فروختم یا کوتاه اومدم که نباید میومدم. هر چی زودتر آدم اینو متوجه بشه زودتر به نظر من زندگی خودش
به خوشبختی خواهد رسید. حالا تعریف خوشبختی تو هر چی باشه. ولی این قضیه که میگی معروف ها و این چیزا واقعا یعنی من دیگه خب آدم معروف زیاد میشناسم و دیدم خیلی زیاد توی زندگیم و بحث خوبی و بدی نیستش، ولی قشنگ میبینم آدمایی که هنوز یه ذره کلفتی انداختن روی خودشون و میترسن که هیچ وقت اون ذره رو بکنن از اون هستی واقعیشون. سختشونه دیگه، انقدر عادت کردن که اون ذره رو بپوشن و اون آدمه باشن، بلد نیستن که دیگه خودشون باشن. بعد یه قسمت هایی اما خیلی جدی گرفته بودیم. توی اپیزود قبلیمون؟ نه توی زندگی خودمون. ما خب تو بذار برگردیم به داستان زندگی که چه اتفاقش میفته. مثلا چند تا خاطره فان تعریف بکنیم، این حالت چیز بیاد بیرون. توی فکرم 19 سالون بود، بعد رقابت این بود که مثلا کی زودتر دوست دختر پیدا میکنه دیگه. بعد این رفیق ها یکی دوست ما مثلا سه تا بودیم دیگه، تازه شروع کرده بودیم با هم دیگه، مثلا الکل میخوردیم و حالا موقعی که بیشتر عرقسگی بود، تو فکر کنم خیلی تجربه عرقسگی نداری. چرا بابا چی داری میگه؟ من عشقم چارلیتی دبه چارلیتی میگه، هم دستم چیپس مزمز و ماسموسی. چی داری میگه بابا؟ فکر رو بچه سوسول درسته، بچه سوسول بالا شهری بودیم ها، ولی کلاسمون میگم به قول رفقم میگفت بچه پایین مرام بالا. نه بچه بالا مرام پایین. آره. بعد این دوست ما یه دوست دختر پیدا کرده بود، اسمش سیما بود، دوست من اسمش امیر بود و هنوزم کم و بیش باش ارتباط دارم. خیلی بچه آرتیستیه، خیلی کارهای قشنگی انجام میده، تتو میزنه و چه میدونم این کارا. و این با دوست دخترش کات کرده بود، بعد شاید حالا یه خورده این چیز بی ربط هم باشه، ولی خب کلا ما حسودی اون میشد وقتی یکی میرفت مثلا دوست دختر پیدا میکرد. تو همه جور دنیا همینجوری، یعنی تو آمریکا هم مثلا یه آمریکایی میبینی که دوست دخترش خوشگله حالش بد میشه. کاری نداریم، اینا به هم زده بودن، کات کرده بودن، بعد دوست دخترش حالش بد شده بود، توهم زده بود که چه میدونم منو تهدید کردم فلان، میخوام بکشنم و اینا، بیمارستان برده بودن بستریش کرده بودن. بعد ما هم مست و چت و نشه تو خیابون دلو نزدیک فکر کنم پارک لاله و اینا بودیم، این دوستم هم گفت این نامردیه، این چه میدونم دوست دختر سابقم بوده، بعد برم بیمارستان بهش سر بزنم، بیاییم بریم شما پایین بیمارستان بمونید، من برم بالا مثلا یه سر بهش بزنم. و من خیلی آدم کرمویی بودم رام، این تله این شماره اتاقش فهمیدم چنده، فکرم فردا 52 اینا بود، رفتش بالا تلفن رو برداشتم رام، بعد گفتم الو سیما رو داریم بیان بالا بکشیمت. یه دفعه این بیچاره جیغ زد گفت بای دیدید من میدونستم میخوان چند نفر من رو بکشن. آقا ما دویدیم بیرون، رفتیم دم بقالی دوتا سیگار گرفتیم شدی که کشیدن، این رفیق و امیر بودو بودو اومد پایین گفت چه صفت شما بودید. گفتم چی میگی بابا، حالت خوب نیستا، چه تو به چه میگی. خلاصه جالب بود اون دوره، خیلی خاطرات جنسی اینجوری زیاد اتفاق میافتاد. مثلا اون یکی رفیق اون اسمش حسین باید دوست دختر یه خانومه رفیق شده بود، مثلا میگیم خانومی که مثلا موقع دختر بچه بودی 19 سالش بود. بعد مکان نداشتیم ما، میدونی که مثلا تو تهران چجوری بود که مثلا همیشه مشکل مکان داشتیم که الان مثلا با دوست دخترم کجا برم سکس بکنم. این رفته بود تو خونه شوهر خاله این دختره سکس کرده بود. چی کاره بود یارو؟ اینجا شت داره، سرهنگ نور انتظامی محله بود، هم خودش هم خانومش. اون چه هیجانی داشت اون سکس، اون آدرنالینی که داشت. اون چه سکس ادیکتی بود. بعد بهش میگفتم که استفاد تو بچه تیمسا رو کردی، دو تا سرهنگ بوده این تیمسا حساب میشه. خدا چه داستانه، واقعا چه داستانه.
و من یادم تو دبیرستانم اونجا با مثلا من تو ایران خب مثلا سکس داشته بودم اوردی، بعد بچه ها در مورد سکس حرف میزدن، بعد مثلا چیزایی که من معلومه کی داره دروغ میگه دیگه، مثلا چرت و پرتایی که میگفتن، نمیدونم داستانو تعریف کردم تو پادکست ولی اصلا اینکه پسر هیچ وقت مثلا قیافش و طرزی که همه رو جمع کرد دور خودش تعریف میکرد، میگفت آره، میگفت بین کس و کون یه سوراخ سومی هست که توی اون سوراخ ایران مثلا آره چشم سومو پیدا کرده بود، مثلا پشمام ریخته بود که مثلا بعد با یه اعتماد به نفسی تعریف میکرد، مثلا من دفعه بعد که رفتم سکس داشتم مثلا خواستم مطمئن شم مثلا من چشم سومو از دست ندادم، یعنی خیلی عجیب بود، یعنی بعضی وقتا این هنری که من دیدم مثلا نمیدونم توی بچه من فکرم شاید بخاطر تخیل بچه ایرانیه نمیدونم چیه، ولی وقتی بچه ایرانی دروغ میگن با یه اعتماد به نفسی دروغ میگن که واقعا به خودت شک میکنی، یعنی نمیدونم اینو افتخار بود دیگه افتخار بود نه فقط سکس نیست تو همه بحثا، ولی نه اینو منظورم میفهمی نه اصلا، یعنی این تخیلی که بچه ها داشتن تو ایران و دروغ میگفتن معلم، چون بچه های غربی مثلا اونقدر نمیترسیدن از معلم، چون چه معلم نبود کتکشون که نمیتونه بزنه، یا ببین خیلی عواقبی که مثلا مدرسه های ماها داشت اینا تو جامعه ما بود نداشتش، برای همین بچه‌ها به هر قیمتی میشد، من یادم میگه همه دروغ میگفتن آقا به خدا مشقم فلان بود چی شد و نمیدونم نشد چی، یارو کم نمیآورد، هنو کاری که نمیکرد بچه که بودیم تو مدرسه میگه راستو بگیم، یعنی انقدر یاد گرفته بودیم دروغ بگیم، خب بچگی ما یاد گرفتیم که آقا نگه تو خونه اون پاسور و عرق و فیلم پورنو اینا هستش مثلا چی میدونم، میدونی و این قضیه از بچگی انقدر فکر کنم تو ما حک میشه، حالا از یه طرف دیگه هم از اونم که تو خیلی هم مثلا محافظه کار و مذهبی هم باشی هم باز یه جور دیگه این میره توی وجودت که مثلا آقا خدا همیشه حواسش هست، همینجا داره تو رو نگاه میکنه، تو داری جق میزنی هم داره حواسش هست و کف میزنه واسه کف بزن بیا فرض هم این توف ماره. اون فیلم چیزی دیدی امریکن پای پسر میره خونه داره جق میزنه خونه مام بزرگش، بعد مام بزرگش یه دفعه برمیگرده میپاشه رو مام بزرگش، مام بزرگش میمیره. امریکن پای آره یادم امریکن پای دم 3-4 همینجا هر دفعه بدتر بده، اما یکش فقط خوب من بقیه شو دیگه ندیدم. کدومشه که به جای ژل چیز را چسب برمیداره جرق میزنه بعد دستش میچسبه، یه دستش به شنبولش یه دستش به فیلم سوپر است و میبرنش دکتر. وای چه صحنه کنم یکیش او باباش میاد تو چشوه پسره چیز بذاره مجله پرن بذاره، میبینی کثافت کاندوم داره، اما اقسام کاندوم ها تو کشوشه، میگه اوه بچه ما را کن خانم مادیم بهش حال بدیم، این بعد به ما حال بده. خیلی خوب بود با امریکن پای. ولی آره دیگه این مسائل عقدای جنسی توی بچگی تو ایران خیلی بیشتر بود دیگه، و الان هم مثلا میگم این اتفاقا که داره میفته، من چیزی که مثلا تو این داستانه مثلا میگم میتو در موردش هم چند فرستم که هر سمو در میاد اینه که خیلی وقتا مثلا آدمای ایرانی حتی دخترها، حالا پسرها که مثلا احمقن توی سری چیزی که دارن نظر میدن در مورد این بحث، ولی دخترها مثلا وقتی مثلا میبینن که این ما طرز فکر انقدر بعضی مشکوک و منفی و اینو که میگن نه طرف فقط برای جلب توجه داره این کارو میکنه، داره فلان میکنه، داره دروغ میگه و اینا. ببین آره یه درصدی هستن که واقعا دروغ میگن و سوء استفاده میکنن، در این شکی نیست، ولی هیچ این آدم عادی به این فکر نمیکنه من میخوام توی تاریخ به عنوان قربانی همچین چیزی به یاد بمونم. تنها دلیلی که آدم میان در موردش حرف میزنن یه مسئله مطرح میکنن برای این به نظر من، یعنی یکی دلیل اصلش اینه که پیشگیری کنن از اینکه اتفاق دیگه تو آینده نیفته، میدونی اینکه مهمترین دلیلاش یعنی اینه به نظرم، حالا هزار تا چیز دیگه هم آدم هستش ها، یعنی ولی خیلی این موضوع واقعا رو مخم بود که اصلا آدم هم که کامنت ها رو که میخوندم یعنی بیشتر در ساپورت خیلی وقتا متجاوزگران بود، یعنی حالا اتهام اینا درسته همش اتهام، ما هم نباید بپریم به کانکلوژن که همه اینجوری هن اینا، منم هم برام نیچه اسم هیچ کسی تا الان نیاوردم چون حاضر نیستم بگم این آدم این کار است، خاطر اینکه وقتی مدرک و سندی نیست، ولی از اونورم آدم باید بتونه به اون سپیس و فضا رو به زنا بده که باور کنیم، چون اینا هیچ لاین دفاعی ندارن به خصوص تو کشوری مثل ایران که حرفشون باور بشه. ولی کلا نه فقط ایران، شهرهای بزرگ، همه ما آدم ها تو شهرهای بزرگ خیلی مریض میشیم و خیلی نقاب میزنیم. من نقاب اونو بذاریم کنار دیگه، واسه خود من اینجوری بوده، یعنی هرچی بیشتر
صاف و ساده تر شدم، هم خودم راحت تر شدم، هم آدم های اطرافم. به قول بچه های نازیباد، چونده بازی بذاریم کنار. این چی میگم؟ این کارهایی که مثلا چه میدونم تو ایران دارم میکنن، دولت داره میکنه، بابا لش بازی ها چیه، زرنگ بازی ها بذاریم کنار، که همهش فیلم و همهش چه میدونم دروغ و همهش نمایش و بعد این تو کل همه ما هست. بعد هرچی کمتر بشه بهتر، به خدا خودمون راحت‌تر میشیم، آزادتر. میگی اون شازده کوچولو، اون بچه، بچه ساده است دیگه، فیلم بلد نیست بازی کنه که، نقش بلد نیست بازی کنه که، یه دونه چیز داره، یه هویت داره، هویتش هم یه هویت شاد و باحالیه که اومده چند سالیه حالی ببره و بره محله بعدی. ولی مثلا ور میداری میرینیم توش. یه جمله یه جا خوندم خیلی خوب بود، میخوردت میگه مذهب مثل آلت میمونه، ور نداری بکنی تو بچه. و راستم میگه دیگه، و ور میداریم مثلا اون بچه رو انقدر توش چرت و پرت میکنیم، مذهب و چه میدونم عقاید حالا دیگه و فلان و فلان و فلان و تو اگه مثلا فلان کنی من خیلی دوستت دارم، اگه این کارو بکنی کلی مثلا باور و شرط و شروط میذاریم تو اون بچه، نتیجهش میشه جامعه علنی که باش روبرو هستیم. آره خیلی بچه جوانیم که گوش میکنن این پادکست هم شاید من میپرسن آقا مثلا آقا من میخوام مثلا رابطه داشته باشم با چی کار کنم، چه دختر چه پسر، میدونی مثلا من سختم مثلا پارتنر پیدا کردن و مثلا با چی کار کنم، چه حرفایی بزنم. و یه چیز خیلی ساده ای هستش که میگم خب جای من نیستش که مثلا بیام بگم چی کار کنم، من چون میگم معلم رابطه و سیکس ایژوکیشن که نیستم، من فقط تجربه خودم رو در میون میذارم با مردم که از تو لابلای اونا شاید یه چیزی به دردشون بخوره. ولی میدین چون خیلی به نظرت من تو مثلا میگیم آقا مثلا کنده نباشه، مثلا راحت باشه، مثلا یا چه میدونم، یعنی این نقاب بکن، این حسی که آدم بخواد راحت، مثلا چیزایی که به نظر من تو خیلی مثلا obvious به نظر میاد، خیلی بدیهیه، برای خیلی ها نیستش. میدونی؟ یعنی من مثلا رابطه با هر کسی دارم انقدر transparent و honest و مثلا خیلی راحت من flirt میکنم. مثلا میگم من دو شب تو این شهر هستم، اگه دوست داری با هم بریم حال کنی، دوست نداریم که کاملا اوکی، بریم مثلا غذا بخوریم، بریم درینک بزنیم، هر چی. خیلی یه صحبت خیلی ساده ای از یه چیز کوچولی اونجوری میتونه باشه تا خیلی چیزای دیگه. این نمیدونم این تعصب یا اون حس حیوانی و پرایمالی که یهو دیدی که دیگه وقتی یه آدم حشری میشه واقعا اصلا دیگه هیچی نمیفهمه اصلا. و یعنی اون آدم باید قشنگ، یعنی ولی باید یاد بگیره به خاطر خب هم عواقب قانون در مرحله یک، میدونی فکر میکنم به خاطر این، یعنی اگه مثلا این قوانین نباشه که همه میدونی اون وقتی که اون لحظه‌ای که میزنه بالا اصلا خیلی عجیب غریب آدم میتونه جلوشو بگیره. ولی باید یاد بگیره که تو جامعه‌ای که زندگی میکنیم به حق و حقوق همدیگه احترام بذاریم و همدیگه تجاوز نکنیم، یه سری چیزا رو کم کم آدم یاد میگیره، به رابطه یاد میگیره. و خیلی وقتا واقعا مثلا میگم من خودم مثلا اصلا بجه که دنبالی سر رو دیبینم میگم جق بسن تمامش کن بره، اصلا بی خیال همه چی. یعنی خیلی راحت آدم مسئله رو صورت مسئله رو حل میکنه تا اینکه بخواد برای خودش درد سری ایجاد کنه. مدرسه بعد آموزش بدن، در موردش حرف نمیزنن دیگه، اصلا نداریم مثلا این چیزا سیکس ایژوکیشن رو درست حسابی درس میده. بعد تو دین قرآن چی میگه؟ میگه نمیدونم پیغمبر گفته فاطمه پاره تن من از هر کس فاطمه را بیازارد من آزرده، هر کی من را بیازارد خدا را آزرده. بعد مثلا تناقض همش. اون موقع مثلا مگه نمیگه عربا ناموس پرست بودن؟ فاطمه را کی مثلا همچین چیزی گفته بوده محمد؟ یه مش حدیث بر اساس یه مش حدیث به ما ارتباطات یاد میدادن که به زن احترام بذارید چون مثلا محمد اینو گفته. بابا بیا مثلا گذشته از این داستان، الان همه چی پیچیده شده، هزار تا داستان بهش اضافه شده، بیا آپدیت بکنید یه خود این کتابهای درسیتونو، یه خود مطالب جدید، چهار تا فرمول بذارید، چهار تا روانشناسی بکنید. بعد آموزش نمیدن، نتیجهش میشه این دیگه. بعد بچه مثلا 18 19 سالش، بعد من
خود نسل اون مگه کم دهنش سرویس شد. 6 روز من دم داشتم تو دخترم و میوردم خونه. بابا بدبخت داشت نماز میخوند. باش میگفت الله اکبر من داشتم دخترم میبردم بالا. خدا چه زندگی بود. نه و میدونی این ور مثلا من خیلی دیدم مردایی که مثلا توی 30 به بعد یا 40 به بعد طلاق میگیرن و تمام زندگیشون مثلا فقط یه پارتنر داشتن و اصلا تو الی به خصوص از این ایرونی ها زیاد دیدن. اصلا یارو مثلا با تو باقه وش بودن خیلی فاصله دوری نداره، اصلا هیچی نمیفهمه. یعنی کل زندگی تو اون سن سال فقط اینه، تو فکر سکسه صبح تا شب، به هیچ چیزی اصلا نمیتونه فکر کنه. میگم برای تو این سن جوونی که آدم این چیزا رو شروع نکنه یاد گرفتن و تجربه کردن و خالی کردن که بتونه به اون آرامش روحی و روانی برسه، بعدا اینا هی جمع میشه و تبدیل میشه به یه چیز خیلی دارکتر. این اصلا طبیعت انسانه. بعد جالبه راما، همه فکر میکنن مثلا تو ایران همه فکر میکنن که آمریکا پر از پراستیتیوت و مثلا اینجا پر از جنده و فلان و اینا، شاید مخفیانه باشه ولی جالبه که حالا اون کسی که گوش میدن بدونن که غیر قانونیه همه این کارا. یعنی من تازه فهمیدم که آمریکا یه جامعه مذهبی مثل ایرانه، بر همینم پر از معتاد و معتاد جنسی و الکلی و کلی بیمار روانی داره، ولی یه کشورهایی مثل چه میدونم نروژ یا سوئد انقدر بیمار نداره، بیمار روحی روانی، چون دیگه اومدن به بلوغ رسیده جامعهشون دیگه. میدونی از اون کودکانه‌ای که بوده توی چه میدونم مذاهب مختلف، توی اون روش‌هایی که باید چه میدونم زندگی میکردن گذشتن و به یه ارتباط درستی رسیدن. اینو بس نروژ اون دفعه آره. نروژ میگفت زندانش یارو میره دکترا میگیره، درس میتونی بخونی. بعد یعنی زندان نروژ یا سوئد از سعادت آباد بهتره، از شرک غرب بهتره. جدی میگم واقعا اینجوریه. اصلا به یه چوری رسیدن، به یه درکی رسیدن، اصلا زندان داره تعطیل میشه، داره چه میدونم بزرگ شدن دیگه، بلوغ رسیده جامعه. جامعه ایران هم بعد این دیگه برسه دیگه. میدونی اون نمیدونم اینو خوندی راجبش یا نه، که میگه ما یه کودک درون داریم، اینو روانشناسا دارن تی ای بهش میگن، تی ای مخفف چی بود خدا یادم نیست، تیچر تو سیستم نمیدونم چی چرت و پرت، که کودک درون داریم که این وقتی به دنیا میاد تحت تاثیر بالغی که پدر مادر دارن قرار میگیره و درون شروع میکنه روش یه سری شروط ایجاد میشه که نکن بکن این خوبه اون بده. خود اون بچه هم یه دونه والد بهش میگن، ببخشید، تحت تاثیر والد پدر مادرش قرار میگیره، خود بچه هم یه والدی درونه خودش ایجاد میشه. بعد یه سنی که میگذره کم کم میفهمه که مثلا یه سری از این چرت و پرتایی که والده میگفته دیگه کار نمیکنه. بعضی مثلا میگن خانوما زودتر به اون بلوغ میرسن، چه میدونم 9 سال 10 سال 15 سال پسر خود دیتر. من بعد بعضی هم نمیرسن به این بلوغ ها، یعنی میگی که مثلا یارو 30 40 سالشه 50 سالشه هنوز دنبال سکسه، بعد نشده دیگه، بدبخت گیر کرده دیگه، تو 15 16 سالگی هنوز گیر کرده و نتونسته روبرو بشه با اون بلوغی که باید اتفاق میافتاده، هنوز توی باید نبایت هایی که پدر مادرش روش تحمیل کردن، جامعه روش تحمیل کرده، خودش هنوز رو خودش نگه داشته به خاطر مذهب. این میشه واسه فرد توی جامعه والد مثل مذهب میمونه دیگه، میدونی باید دیگه بودنش واقعا نمیشه گفت نباید باشه، یه اتفاقی که افتاده توی جامعه، ولی بعد دیگه رد میشه، بالغ میشه جامعه. مثل اتفاقی که الان تو نروژ افتاده، چه میدونم تو سوئد افتاده، تو خیلی کشورهای اروپایی افتاده. دیگه به درکی درستی رسیدن دیگه. یعنی اسکول بازی رو گذاشتن کنار، خانوما هم مثل آقایون دارن بعد زندگی میکنن. و دیگه کسی واقعا به کسی آسیبی نمیرسونه. خیلی راحت با طبیعت دارن حال میکنن. دارن رو محیط زیستشون کار میکنن. مثل هلند. چه میدونم بیمه سلامت
چیزاشون دارن کار میکنن، بازنشسته هاشون دارن کار میکنن، مثل بلژیک. آره و این به سوال بگو نه بگو. مخواستم برسم یعنی کلم جایی که میخوام بهش برسم اینه که سوالی که خیلی بچه ها میپرسند اشارم بهش یه ذره کرده بودی، ولی میخوام اینو قشنگ توضیح بدی. میخوام اینو که میستر ام با همه اون کسافتکاری و همه گوهایی که زدی و زندگی سختی که داشتی و مواد درست کنی و بفروشی و بعد بری شریف و فلان و تو آزمایشگاه اونجا و تمام این روابط تهران. جنسی که چی؟ تهران رفتم شریف. تهران تو آزمایشگاه شریف علی میرفتی ها؟ اصلا شریف نرفتم، پلی تکنیک بودم بعد رفتم تهران. آها پلی تکنیک بود، یه جا یه آزمایشگاه دانشگاهی بود که گفتی میگفتن خوبه. آره. نه تو رفتی شریف نرفتم. شریفیا بچهای خوبی ان، شریفیا این کارا نمیکنن. نه بابا من آدم خلاف شریفی هم میشناسم بابا کلی. جدی میگی؟ آره بابا اون دیگه چه کنده ای. بعدش میخوام بگم با همین داستان و اتفاقی که برات افتاد که داشتی چه جوری شد که اصلا تو تونستی خودتو بکشی؟ انگیزت چی بود؟ این پوشت، این درایوت، اون چیزی که داشت تو رو به سمت اون مقصد نهایی هدایت میکرد چی بود؟ رام، من توی یه جایی یادم نیست کجا بود، یه ویژنی بهم دست داد که هنوزم دارمش، که از این چشم سومم وقتی که به دنیا نگاه میکنم، اون چشم سوم نه اون یکی دیگه، آره نه اون دو بین دو سلاخ بین دو سلاخ میشه چشم چهارم، خیلی دیگه بعده اون نباید بری چشم چهارم. بگو چشم دنه. یه ویژنی به هم دست داد که باور کن هر موقع که نگاه میکنم به چه میدونم آسمون به یه ستاره ای، اون دفعه یه جمله بالی خودت نوشته بودی در باره یه نفری که فکر کنم خودکشی کرده بود که اون باره کهکشان ها میبینم. واقعا اون ویژنه به من دست میده، اون چشم اندازه به من دست میده که اون ور کهکشان ابدیته و یه حس اصلا همه یه اون ترسی که من نسبت به زندگی دارم ازم گرفته میشه تو اون لحظه، چون همه ما آدم ها مریض رفتارهایی هستیم که به خاطر ترسامونه و اینا از قرایزمونه دیگه که منحرف شده. آقا مثلا چه میدونم خاوری 100,000,000,000 تومان هم بستش بود، 3,000,000,000 بوده مثلا، تمام و حالش هم باور کن خوب نیست، نمیتونی که مثلا بوله این هم آدم ببری حالت خوب باشی که. و بقیه چیز هم همینه، یعنی وقتی برسیم به این درک که بابا اون چیزی که فکر میکنی نیست، هستش اون چیزی که باید بخوری هست، اون لباسی که یه دست بیشتر لباس نمیتونی بپوشی که، یه جای خواب بیشتر نمیتونی داشته باشی که، اینا وقتی تأمین باشه، وقتی تو ببینی که بابا زندگی تو ابد ادامه داره، میمیری توی زمین دیگه یه جای بهتر، بسته بده این که واقعا چقدر عشقت روش کرده باشه، چقدر خود کار کرده باشی، دوباره هیچ وقت تموم نمیشه که. واقعا وقتی این درک واسه من اتفاق افتاد که من نمیدونم چجوری اتفاق افتاد را تموم شد، بعد دیدم نه که الان فکر کنی استرس نداری، ما اصلا استرس ترس نه همیشه هست، ولی ما چجوری بهش ریاکشن نشون میدیم مهمه و اینا رو واقعا باید یاد گرفت رام. اینا رو به ما آموزش نده بودم، من رفتم یاد گرفتم، رفتم چه میدونم تو همون جلسه هایی که میگه الکولیک آنانیموس و ان ای و همه اینا رو من گذروندم، برو نمیدونم روانشناس، برو این برو اون، با اون صحبت کن، یوگا رفتیم صحبت میخواستیم این کار، بعد پول نداشتم هندم داشتم میرفتم واسه مراقبه های 30 روزه 60 روزه 90 روزه. نمیخوام بگم اینقدر سخت و پیچیده باید باشه، ولی واقعا باید وقت گذاشت خود آدم بره تو درونش، یه خود تو درونش هم باید زندگی بکنه و وقتی به درونت وصل میشی، تو خودت وارد میشی، عین این میمونه که یه دفعه آب میریزی رو آتیش، یعنی همه چی یه دفعه میخوابه، یعنی ای بابا چقدر خودم اسکول کرده بودم همه این سالا،
و جالب اینجاست که من اصلا پشیمون نیستم واسه کاری که کردم، چون نتیجه‌ای که بار اومد، مثل حتما فیلم مستر نوبادی رو ببین، نتیجه‌ای که بار اومد مثل آخر همون فیلم بود واسه من، چون من داشتم میخندم، اکثر موقع میخندم من واسه خودم، میخندم راه میرم، برای هر کسی هم ببینم که خیلی جدی گرفته زندگی رو خیلی بیشتر خنده داره. پس چه میدونم اینا که میان تو تلویزیون رئیس جمهور رو صحبت میکنن، عزیزان من، دشمن فلان، بابا بهت کنترل خدا چه تو پرتا چیه. اینجوری خلاصه را بعد چقدر ولی خاطرات قشنگی به جام مونده. ببین رفاقت خیلی خوبه. ببین یه دوست آمریکایی دارم مثل خودت، هنرمنده، خیلی خوب گیتار میزنه. بعضی ما میرم پیشش، مثلا بهش میگم اسمش مالکومه، میگم مالکوم یه سولوی چیزی بزن حال کنیم. بعد یه دفعه حرف یلو داگز افتاد، گفتم آره اتفاقا یه دوستای من داشتم که این ایندی راک میزنن و فلان و اینا، حالا پیروه حرف تو که میگفتی توی نیویورک او باشه اینا، یه دفعه دهنم در وقت گفتم آره اتفاقا یه ممبر قبلیشون هم زد دوتشون رو کشت و اینا. بعد گفت بابا چقدر شما ایرانی هم دیگر میکشید. گفتم اون درست سال یه دفعه اتفاق افتاده، شما هم دیگر میکشید، شما سرخپوستا رو کلا کشتید نسلش، هیچ سرخپوستی تو آمریکا نمونده. آره ولی میگن اونا هم چیزی که تو میدیا از ما میرن، حتی یه چیز کوچولو اصلاح کنم، اون ممبر خود یلو داگز نبود، یه ممبر یه گروه دیگه ای بود که اومد. آها آها. آره. ولی کلا آره این قضیه خشونت میگم عادی سازی شدنش توی هم ایران هم تو آمریکا، تو نکن یه چیزی که توش موازیه، اینجا هر روز با تفنگ میرن میزنن همدیگه رو میترکونن و ماس شوتینگ و اینا دیگه، مثلا دیگه اتفاق میفته توی مدرسه اینجوری، هم معلوم که خب دیگه اینم یه شوتینگ دیگه. تو ایران هم از اون که هی اعدام میکنن و هی شاختر هم میشن توی این دستگیری ها و تو اعدام و این چیزاشون و معمرام دیگه، میدونی اون همه سر نوید افکاری بنده خدا، این همه تظاهرات، این همه سرسلا، این همه شلوغی، خیلی هم بولتر و شاختر اینا فلان شده ها رفتن اعدامش کردن بدبختو. یعنی اصلا خیلی اون اخبار نوید منو ناراحت کرد. من یه آهنگم براش نوشتم که این هفته میدم بیرون. خیلی کلا. چون من داشتم اینو خواستم بگم. چه قبطا. تموم شد. آره پرسپولیس. میگم این اتفاقی میفته. اصلا اون خبر خاک شد. آره خیلی خبر خاک شد. من اصلا فوتبال نگاه نمی‌کنم. شاید باورت نشه. سال‌هاست تلویزیون هم 7 سال نداشتم. تازه رفتم یه تلویزیون خریدم، اونم به خاطر اینکه همش خونم انقدر انگلیسی گوش ندادم دیگه کم کم داره انگلیسی یادم میره، مثلا میشینم فقط هم کمدی و اینجور چیزا نگاه میکنم. فوتبال یادم پرسپولیس رفتم اون فینال، اصلا نوید افکاری چی بود، چه میدونم حقوق زنان چی بود، اون چی بود، میدونی اینا میشه فریب اخبار دیگه، اخبارای فریدن. حالم هم به هم میخوره از فوتبال. این اخبار ترامپ هم همین، یعنی واقعا حالا دقیقا. حالا هر دقیقا. تئوری توته هر کی ما داشته باشه، ولی اتفاق که تو این لحظه اینجوری هم افتاد، یعنی انقدر حواس همه رو پرت کرده، نمیدونم دیگه واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد تو این انتخابات. من هنوزم پیش بینی اینه که ترامپ میشه، هنوز فکر نمی کنم اتفاق بایدن بتونم بزنه ترامپو، شاید اشتباه کنم، امیدوارم که اشتباه می کنم، ولی فعلا پیش بینیم اینه. ولی اینو می‌خواستم بگم در مورد موضوعی که مثلا هم برای نوید آهنگ نوشتم، هم برای پدرم آهنگ نوشتم، برای من این سعی می کنم این لحظه ها رو یه جوری فریز کنم تو زمان، که حداقل می هر وقت اگه کسی بره بشینه آهنگ اما تو نیستی منو با کلیپش رو نگاه کنه تو یوتیوب، برای اون چند دقیقه که دارین آهنگ گوش میکنه، اون تصویر خانواده منو میبینه، یه جا یه ارتباط خیلی عمیقی با من برقرار میکنه و یه ذره منو بیشتر درک میکنه و انقدر و خیلی برام جالبه. خیلی بچهای دیگه این آهنگ دیدم که برای اقوامشون که فوت میشن خیلی دیگه آهنگ دیگه دارن استفاده میکنن، و برای اینکه اونا این حسو بهشون میده، اون حس خالی بودن و نبودن یک کسی. و برای من این تنها چیزی که پس من برمیاد، یعنی این کاری که خب بلدم، این هنرم اینه، و
ولی میخوام بگم همه میتونن یه کار خیلی کوچولی انجام بدن، میدونی، به یاد یکی بودن به هر طریقی. میدونی من موقعی که مامانم تو ایران گروگان نگهداری داشته بودن باور نمیشه، یعنی یه سری آدمای غریبه که فنای من بودن آنلاین مثلا میرفتن بهش سر میزدن یا براش گل میفرستادن، یه سری جسترهای خیلی کوچولویی که واقعا خیلی حالشو بهتر میکرد. میخوام بگم که یعنی عجله. خیلی راههای مختلفی هستش که بتونی حتی توی اون سیاهی ها و تاریکی هایی که توی ایران هستش حالی که دیگر رو خوب بکنی، یعنی واقعا هر کی بتونه زندگی و حال دو نفر دیگر رو خوب بکنه و به خدا هممون خیلی جلو میافتیم. و واقعا من دارم این چرخه و این کلیشه‌ای که pay it forward که نمیدونم به فارسی چی میشه، که تو یه کار خیر و با خوبی انجام بده با نیت خوب و اصلا نگرم برگشتش نماش به خودت، اون طرف هم فقط بخوا که نه نخوا، یعنی تو اون حرف هر کاری کرد کرد، ولی اگه کار خوب و همینجوری آدم انجام بده بقیه هم شروع میکنن اینو پیج فورورد کردن و به دیگران رسوندن اون عشق و اون انرژی رو. من بر همین هیچ ترس و خجالتی ندارم که بخواستی درخواست کمک بکنم مثلا یا فلان و چیزی، چون میدونم که همش میچرخ و میره و میاد و من خیلی رو کمک کردم، خیلی ها من رو کمک کردن تو زندگی و همین این چرخه ادامه خواهد داشت تا ابد. ولی میگم انقدر راحته که آدم از اون حباب خودخواه خودش بیاد بیرون برای چند لحظه و با یه لبخند زندگی که دیگر رو یه ذره بهتر و شیرین تر بکنه. میدونم همیشه مسخره میکنم، میگم حرفا هیپی دیپی رام خیلی کوشر، ولی واقعا چیزی که خودم باور دارم و تو عملم دارم میبینم دیگه هر روز تاثیرشو. دقیقا همینه دیگه، اون حس یکی بودنه بیاد تو عمل واقعا، میدونی، و بدون واقعا در نظر گرفتن دین و مذهب و رنگ و نژاد. و مثلا تو ایران یه چیزی بود، من هنوزم اینجا مشکل داریم باهاش، که مثلا بچه‌هایی که بچه تهران نیستن هنوزم منو میبینن میگن او بچه دارانیه الان خودش میگیره فلان، میگم بابا این چرت پرته چیه. خود اون کسایی که تو شهرستان نسبت به اون که تو تهرانه فکر میکنن مثلا فلانه، همینو ما خود ما که مهاجریم نسبت به اون کسایی که آمریکایین داریم که مثلا اون آمریکایی من فلان، همه این جدایی ها سوء تفاهم خودش میاره دیگه، که اون این جایی اون سفیده، نمیدونم این سیاهه، اون نمیدونم مسلمونه، اون مسیحیه، اون فلانه. ولی واقعا اگه همه ما رو بیاری بذاری کنار هم، اونی که خیلی با هم فرق نداریم و همه اون دنبال رفاقتیم، همه اون دنبال دوستیم، همه اون دنبال محبت کردنیم. یه شعر داره چیز هیچ کس اصلا من رو به رفت گوش نمیدم خیلی، ولی میگه بس بچگی ها تو دبستان. من هم شنیدی یا نه؟ شنیدم ولی یادم نمیاد. مفکرم تو یه روز خوب بود دیگه، حتی خمینی هم یه دونه چیز داره، یه جمله هم داره که میگه امید من به شما دبستانی هست. دقت کردی ولی چه جالب، من دقت کردم بچگی تو این ور مثلا 20 سال پیش جاده که همش پوسترهای خمینی بود همه جا، دقیقا خیلی توی تکنیک اورولین کم 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 شد و آقا خامنه ای همه رو شروع کرد عکس خودش رو گذاشتن و خودشو کردش فرشته نجات مردم و فلان و چیچی و شخصیتی. اصلا شخصیتی. این آدمایی که کالت آف پرسنالیتی دارن حتی نمیتونه تحمل کنه کسی که پدر انقلابشون بود و قهرمانش، حتی تحمل دیگه نمیتونه بکنه دیگه پوسترها و عکسای اونجایی باشه، باید فقط عکسای خودش باید باشه همه جا، مثل عکس مایکل جکسون دیگه، عکسشون دیوار. بعد ببین من پیشبینیم اینه که واقعا دنیا به یه جایی میرسه که تو رئیس جمهور کشور دیگه نمیدونی کیه، یه شخصیت پردازی به نظر من به میره. اون که بشه خیلی خوبه بابا، اگه بشه از این حالت سلبریتی و کالت آف پرسنالیتی در آوردن اینا رو، این حرفی که الان میزنی خیلی نکته جالبه، تا آدم ناشناس اصلا یعنی اسمش هم نداریم تو شهر خودش، مثلا مثل این که مثلا تو استکهلم الان مثلا میئر شهر کیه ما نمیدونیم، مثلا همین حالتی باشه، یه آدمی باشه که فقط کارش داره حقوقش میگیره داره کارش هم داره انجام میده دیگه. دقیقاً باید من چیزی که یاد گرفتم توی کامیونیتی دیسکوردی هم که درست کردم و توی اداره کردن این داستان که تو کلی
بالا پایین و موفقیت و شکست داشتم تو دستم بود که چجوری هر کی فهمیدم که مسئولیت رو بیشتر رو دوش خود بچه‌ها میذارم همه چیز بهتر پیش میره جلو. یه سری قانونای خوب کلی باید باشه که مثلا بچه‌ها هم میگم تو خیابون نه یهو بانگ تجاوز کنید و چاقو بزنید و بکشید، مثلا یه سری قوانین اینجوری باید انفورس بشه اصلا دولت. ولی احساس میکنم هر وقت کامیونیتی به حالت خیلی خودجوش و ارگانیک و با مسئولیت خود بچه‌ها جلو میره خیلی شیرین‌تر همه چیز شکل میگیره تا اینکه بخوام مایکرو منیج کنم و هی دست بزنم. اصلا نمی‌دونی اصلا وجود من چه من اونجا باشم چه نباشم فرقی نمیکنه، بالیش اینه میدونی با اصلا کل دلیلی که دیسکورد ما بالا خاطر همینه. مثلا مال سلبریتی دیگه نیست که مثلا ماهی انقدر دلار پول میگیرن که خودشون یه بار تو ماه میان سوک سوک میکنن و مثلا من هستم و همه منو بپرستین و من خیلی خفنم و این اصلا ربط نیست. من نباشم اونجا کسی تخمش نیست و با حالیش هم همینه که دارم دارم زندگی شروع میکنم، دارم اونجا کیف میکنم، با هم حرف میزنم، حال میکنم و این خیلی شیرین میکنه قضیه رو. حالا هی بگین کینگ رام تخمیه. آقای ام من باید برم و خیلی حال داد که باید حرف زدم و حالا بازم با هم دیگه باید هر از گاهی اینجوری کچاپ کنیم. واقعا داستانات و حرفات و اینا همیشه برام جذابه و کلی کیف میده. همچنین تو با اینقدر خاطرهای عجیب غریب اینا داری بشین بنویسی اینا رو برام این سری. تو هر دفعه یاد میره کلی داستانات که میخوام تعریف کنم یاد میره، ولی اینا رو بنویسی جا بریم تو کارشو چون خاطرهای بامزه زیاد داری. دلغکی میشه دلغکی اصلا مرور کردن خاطره های باحال و دیوونه اصلا خیلی وقت جذابه برای آدمی که بشنون. آره ما اگه این خاطره نداشتیم دق میکردیم. من اصلا همیشه همین فکر میکنم مثلا من زندگیم تنم میخوره برای ادونچر، شاید اصلا نباشه. الان تو ونکوورم، خب برای از اینکه مثلا دو ماه الی بودم و قبلش هم دو ماه فارم و جنگ و فلان اینا، مثلا اینجا 9 شب خاموشی ونکوور تمومه، قشنگ شهر زامبیس مرده، اصلا هیچ تا افق یک دونه صدا نمیشنوی، اصلا دارم کف میکنه میگم چجوری مردم تو این سکوت زندگی میکنن. مثلا اگه دوربرم شلوغ پلوش هم یالم سر صدا و جیغ و دعوا و صدای استفراغ و نمیدونم موزیک و همسایه که صدای تلویزیونش بلند و اون سگ داره تو کوچه واق میزنه، اصلا اگه این سر صدا نباشه احساس زنده بودن نمیکنم، دیوونه میشم اصلا توی سکوت. زام یه خاطره دیگه واسه تعریف کنم اختتام. بگو. چیز بود، من قضا نداشتیم با رفیقمون رفته بودیم بیرون، یه پراید فکستانی داشتیم، بعد گفتم بچه این آهنگ چیز تازه نیومده بود ولی خیلی موقع گوش میدادیم که فکرم لیمبیسکیت خونده بود مال مأموریت غیر ممکن که آهنگش اینجوریه دن 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 دن. آره اون آهنگه تم میشن امپاسیبل دیگه، اون آهنگه فکر کنم آره لیمبیسکیت خونده، اون روش خونده و... اصلش مالی که دیگه است ولی اون روش خونده. خب بگو. آره. نمیدونستم من موقع داشتیم لیمبیسکیت رو گوش میدهیم روش. چه گروهی هم واقعا. آره چه گروه لاشخوری. یه دونه چیز هایدا یادتی که ساندویچی رو میگی؟ ساندویچ میده. وای آره یادش افتاد. گفتم تو نگه دار اونجا ماشینت هم روشن باشه، من میرم تو با ساندویچ میام بیرون، چیکار داری؟ آقا رفتم تو، پسره پشت دخ بود، بهش گفتم که مثلا 6 تا چیز بده، هایدا بده فلان، جامبون فلان. بعد دادو درآوردم که گفتم اه کارتم نیستش. بذار کارتم از رفیقم دم در بگیرم، این هایدا هم دستم بود. آقا کارت از رفیقم دم در بگیرم با هایدا دین 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 دویدم حسد خیابون. بعد شریعتی هم یکی داشت عبالو با سرعت میومد را میلیمتری رد شد. یعنی من بعضی موقع فکر میکنم تو زندگی نزدیک بود سر ساندویچ، سر ساندویچ دید 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 میگه یه دو 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 دید 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 رفته بودم واسه خودم. احمقی بودی، خیلی دیوونه بودم واقعا. این هم الان یادم اومد، به قولت آدم بنویسه همشو با هم تعریف بکنه. آره واقعا ولی خیلی خنده داره. متنم اینا اگه آقا بچه‌ها برام وایس بذارین، اینا اتفاقا خوب چیزی یاد انداختی. تلگرام وایس معمولا لینکشو میذارم زیر هر اپیزود. خب t.me/iamnotram i a m
NOTRAAM. حواستون باشه که عکس من باشه با دو تا سگام به آدم غریبه مسیج نزنید اینا دیوونا. ولی زیر اپیزودا میذارم لینکشو معمولا و برام تعریف کنید خاطراتتون رو که نزدیک بودی بار بمیرید، ولی نه اینکه مثلا خیلی دراماتیک و مثلا تو تخت بیمارستان خوابیده بودی سرطان و فلان، نه اون برای اپیزود دیگه از این داستانا دارم. من میخوام طرز داستانایی که آدمایی که به طرز احمقانه نزدیک بود بمیرن، مثلا یه روز رد شدی آجر ممکن بخوره سرت، یا نمیدونم یه دونه ماهی دولتو گاز گرفت تو دریا داشتی میمردی، چم یه چیز خنده‌دار احمقانه ای که خیلی اصلا فکرش هم نمی‌کردی یه درصد، برام وایس بذارین یه اپیزود در مورد اینا حرف بزنیم و بخنده. عالی، دمت گرم مستر ام. قربونه، امیدوارم همیشه با همین انرژی خوب و با این چشم سوم بازت به زندگی ادامه بدی. جرخورده و حال شد بری. قربونه، برم دوست با هم در تماسیم. چاکس حتما، چاکس همه جون.